بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود تقدیم به یکایک شما دوستای عزیز، دوستان و محترمانی که برنامه خودتان، برنامه زنده روشنان را از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید. انشالله همیشه صحتمند، سلامت، جانجور و تیار باشید. انشالله که وقت و روز خوش داشته باشید. با امید خداوند عزیزان و دوستان و بزرگواران، امروز 14 سرطان 1402 است، چهارشنبه، و ما همچون چهارشنبه گذشته در خدمت کارشناس محترم خانم شریفه یلی‌زاده هستیم. اجازه بدین یک سلام و احوالپرسی هم با ایشان داشته باشیم. سلام علیکم خانم یلی‌زاده، خوش آمدید. سلام، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام احترام خدمت شما بینندگان خوب برنامه. انشاءالله که هر جایی هستین روزگار بر شما خوش باشه، در خدمتتون هستیم. تشکر از شما خانم علیزاده، بسیار زیاد خوش آمدین خانم علیزاده. بسیار تشکر. زنده باشین. بینندگان عزیز و محترم، حتما برنامه های گذشته را دنبال کردید. موضوعی که در روزهای چهارشنبه کارشناس محترم با ما و شما در میان میگذارند، موضوع اختلالات رفتاری کودکان است. مسائل بسیار مهمی است و هر خانواده فکر میکنم نیاز داره که در این زمینه اطلاعات خودش را افزایش بده، اگر که میخوای که انشالله اولاد خوب و صالح تربیت کنه. اما برنامه گذشته در سایت تلویزیون جهانی هادی موجود است. شما عزیزان میتونید که برنامه ها را از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی ببینید، همچنان از طریق دیگر فضاهای مجازی مثل یوتیوب و آپارات هم برنامه ها را میتونید ببینید، دنبال بکنید. نظرات خودتان را برای ما بفرستید، نظرات، انتقادات و اگر پیشنهادی در مورد موضوعات مختلف برنامه دارید، ما را بسیار خوشحال میکنید وقتی که نظرات خود و پیشنهادات خود با ما در اشتراک میگذارید. اما بریم و سوال خودمون را از کارشناس محترم پرسان بکنیم. خانم علیزاده بزرگوار، موضوعات مختلف مطرح شده در زمینه اختلالات رفتاری کودکان، یک موضوعی که بسیار بسیار چالش برانگیز است برای خانواده ها و برای خود طفل هم یک چالش بسیار کلان و گاهی اوقات رنج آور میتونه باشه، گاهی اوقات از کودکی شروع میشه تا بزرگسالی هم ادامه پیدا میکنه. چالش شب ادراری است. بله. در این زمینه با بینندگان محترم ما صحبت کنیم، چون نسبتا چالش و اختلال و موضوع نسبتا شایعی هم هست بین اولادها. بله، دوستای عزیز که قبلا بیننده برنامه ما بودن در جریان هستن که موضوع برنامه به طور کلی روی اختلالات رفتاری کودکان گپ زده میشه و امروز یک از اختلالاتی که بسیار شایع هست و بسیار از خانواده درگیر هسته و واقعا رنج میبره، هم خانواده و هم خود کودک رنج میبره از این مسئله، مسئله شب ادراری در کودکان است. خب شب ادراری، ببینید تا زمانی که یک چیزی در زیر 5 بین کودک ها یک امری بسیار شایع هست و حالا و معمولی هست و طبیعی هست، ولی اگر ادامه پیدا کنه بالاتر از 5 و حتی گاهی آقا به سن نوجوانی هم میرسه، خب این یک مشکل است که باید جدی گرفته شده. پس اگر خانم علیزاده تا 5 باشه هیچ کدام مشکلی نداره؟ آره، به علت که خانم خیلی حساس هست. بله. از 2 به بعد میگن که مثلا طفل ما نباید که جای و جگه خودش را شب خیس کنه. چون ببینین اطفال با دیگر فرق داره. بله. همه مثل هم نیست. مثلا همین مشکل شب ادراری در پسرها بسیار رایج‌تر است و حتی لحاظ آماری پسرها 2-3 بیشتر از دخترهای مشکل داره. بله بله. و بیشتر درگیر هستن، ولی خب عوامل مختلفی باعث میشه که مشکلات ایجاد شود که بررسی میکنیم، ولی به طور کلی در زیر 5 که زیاد جدی نگیرن و سعی کنن مدارا کنن با کودک و تا او کم کم یاد بیاره. و این به علت هست که به خاطر اینکه بین مثانه و کورتکس مغز باید یک رابطه ایجاد شود که این مغزی هشدار، وقتی مثانه پر میشه برای ادرار، این مغزی هشدار دریافت میکنه و فرد بیدار میشه از خواب که بره و ادرار خود خالی کنه. ولی متاسفانه در کودکان خواهی عمل تکامل پیدا نکرده و این زمان میبره از خودش که تا کم کم ارتباط نیست. بله، به اختیار خودش کم کم ارتباط برقرار شده و کنده ارتباط خواهی، به این خاطر که بین بچه هم فرق میکنه، ممکنه یک بچه زودتر یه ارتباطش تکمیل شده، یه رابطه بین مغز و مثانه پر و او از خواب بیدار شده، ولی در بعض بچه های رابطه خیلی دیرتر تکمیل میشه و ممکنه به بالای 5 هم
برسه. و همین خاطر میگم وقتی مشکل در زیر 5 سال باشه زیاد جدی نگیرین، ولی اگر به بالای 5 سال رسید و حتی به 10 سال 12 سال که نوجوان میشه کم کم بچه و حتی در اون موقع یه مشکل ادامه پیدا میکنه و شبها رخت خواب خود خیس میکنه، در این زمینه باید یک مقدار جدیتر برخورد کنی و دنبال راهکار و چاره و درمان از او باشین. خب علیزاده، فکر نمی کنم که تنها علت شب ادراری، اختلال شب ادراری مسئله باشه، چون گاهی خود میشه که مثلا یک طفل کاملا خود میتونه که کنترل رو کنه، ناگهان شروع به شب ادراری میکنه. خب این نشان دهنده است که خب مغز او، همونطور که شما فرمودید، او ارتباط برقرار شده بین مغز و اندام های بدنش، ولی به یک دلیل دیگه ای که معلوم نیست چی میتونه باشه این شروع به کار. بله، نکته جالب بود. ببینید ما یک کلا شب ادراری دو قسمه، خب یک شب ادراری اولیه بهش میگیم، یک شب ادراری ثانویه. در شب ادراری اولیه کودک هر شب جای خود خیس میکنه. خب این کاملا یک چیز روال طبیعی شده و هر شب مادر منتظر است که خود خیس میکنه. اما در شب ادراری ثانویه 6 ماه کودک خود کنترل میکنه، 6 ماه رخت خواب خود خیس نمیکنه، بعد یک دفعه خیس میکنه. این جای هوش داره، این جای خطره، این جای مشکله که چطور کودکی که 6 ماه تانسته خود کنترل کنه، 6 ماه این رخت خواب خود خیس نکرده، بعد 6 ماه یک دفعه رخت خواب خود خیس میکنه. پس این نشان دهنده اینه که حتما یک مشکل جدی وجود داره. این ممکنه یک مشکل مغزی باشه. بله، یک مشکل جدی وجود داره. حالا ممکنه روحی روانی باشه، ممکنه جسمی باشه. به هر علتی باید خانواده پیگیر باشه که کودکی که 6 ماه رخت خواب خود خیس نمیکنه و بعد ناگهانی خیس میکنه، این حتما یک مشکلی جدی را داره. ولی کسی که هر شب خیس میکنه، خب این کاملا یک امری هست که قطعا مشکل داره، ولی خب به او جدیت، به او سختی که او کسی که کنترل کرده خودش و یک دفعه کنترل از دست داده نیست. خب علیزاده، باز سوالی که به ذهنم رسید است که برخی از خانواده ها فکر میکنن، مخصوصا سن و سال های فامیل، مثلا پدر کلام باشه، مادر کلام باشه، پدر باشه، وقتی که ببینن اولادی کار انجام میده قار میکنن، ناراحت میشه که چرا این کار میکنه، فکر میکنه این مثلا طفل ما تنبل است. بله. طفل ما مثلا بیننگ است، حتی ممکنه که برایش انگ بزنه که بله. تو یک نفر بسیار بیننگ است، خود کنترل نمیتونی و باعث فشارهای روحی و روانی مضاعف برای طفل میشن. شما حرفتون به این افراد چیست؟ دقیقاً ببینید، مشکل شب ادراری متاسفانه خودش که یک مشکل است که بماند و مشکلی که باز به دنبال داره همین سرزنش ها متاسفانه و حتی تمسخر کودک توسط خواهر برادراش و حتی اسم گذاشتن برای ازو که به عنوان یک فردی که بالاخره خود کنترل نداره، شب ها جای خود خیس میکنه یا کسی حاضر نشه حتی کنار ازو بخوابه. بله، بله. و یا حتی بگن مثلا شما من کنار نمیخوابم، شاید من کسیف کنی، بوی میدی و از این قبیل گپ ها و سرزنیش که از طرف پدر یا مادر میشه به عنوان کسی که تو عمدن خود این کارو میکنی و یا برای مادر که بلند میشه سر صبح بسیار نالان است و کلیگی مثلا او اولاد ممکنه که تنبیه کنه، تنبیه بدنی کنه، بله، حتی بله. تنبیه لفظی کنه، سرزنش کنه که تو مرا خسته کردی، هر شب به من کار درست میکنی، برنامه از تو شده، بدار نمیشی و از این گبا. خب من به همین والدین همجا میگم که ببینین کودک شما یک مشکل داره با نام شب ادراری. شما با سرزنش های خود، با تمسخر خود، با تنبیه های لفظی و یا بدنی باعث میشین که علاوه به اون مشکلی که داره مشکل دیگری را به او اضافه کنین. چرا که این رقم کودک معمولا وقتی این همه سرزنش رو، توبیخ و تنبیه رو، تمسخر رو از اطرافیان خود میبینه، باعث میشه که اعتماد به نفسش ضعیف بشه. بله. باعث میشه که امکان داره رو به افسردگی بیاره، باعث میشه که خجالت زده باشه و باعث سرزنش خودشه که چرا من این رقم هستم، چرا خواهر دیگه ما، برادر دیگه ما جای خود خیس نمیکنه و چرا ما این مشکل داریم، نکنه من یک عیبی دارم، یک مشکلی دارم. و این باعث میشه که بسیار خود نکوهش کنه، خود سرزنش کنه و اعتماد به نفس خود از دست بده و یک فرد ناتوانی خود تلقی کنه که من همیشه این مشکل دارم و این همراه من خود بوده و من مثل بقیه نیستم. خب اینجا بسیار تاثیرگذاره برخوردی که والدین داره نسبت به این رقم کودک، چرا که این رقم کودک دست خودش نیست، به طور عمدی نیست، یعنی این ارتباط برقرار نشده و این مشکل ناخواسته است.
دست خودش نیست که ما ایران متاسفانه فکر میکنیم که بسیاری از خانواده ها دقیقاً فکر میکنیم عمدن کودک من جای خود خیس میکنه و یا اینکه برای اینکه مرا اذیت کنه حتی جای خود خیس میکنه و یا اینکه از تنبلی از خواب خود بیدار نمیشه و باعث میشه که بسیاری کودک اذیت باشه متاسفانه. و علاوه بر مشکلی که دارم، ما با سرزنش های خود، با نکوهش های خود باعث میشیم که یک مشکل دیگه به او اضافه شود. در حالی که ما باید پیگیری کنیم که چه علتی، چه عاملی ممکنه در این کودک باشه. البته بسیاری از شب‌بیداری ها به مرور زمان حل میشه و این بردباری و حوصله پدر و مادر رو میخواد که کمی صبر کنن، کمی حوصله کنن، کمی مراعات کنن با اون طفل و باعث ایجاد استرس در اون نشه که هر شب رو توبیخ کنه، فردا که بلند میشه جای خود از ترس اینکه باز هم مورد توبیخ سرزنش قرار نداره استرس میگیره و این بسیار مضر است برای او. بسیار خونسرد برخورد کنه، کم کم خود به خود این رو به بهبودی هست انشاءالله، ولی در کنار او هم راه های درمان در پیش بگیره اگر سن کودکشون بالاتر شده باشه. خانم علیزاده، پدر مادر اگر که دیدن که اولادشون از 5 سال سنش بیشتر شد یا همطور که شما فرمودید ثانویه باشه، یعنی یک مدت باشه که بتونه خود کنترل کنه، بعد از او به هر دلیل نتونه خودش رو کنترل بکنه، نسبت به چه مسئله مشکوک شوند، چه مشکلات و چه علتهایی میتونه باعث مسئله شوند؟ برای ایجاد شب‌بیداری چند علت اصلی ما داریم، چند زمینه اصلی داریم و چند علت و زمینه های فرعی داریم. از زمینه های اصلی و علت های اصلی، یک این که ممکنه مشکل مثانه داشته باشه کودک، به این شکلی که مثانه وقت توان نگهداری ادرار را نداشته باشه و هر زمان که پر شد سریع تخلیه میشه بدون اینکه نگه داشته شد. خب ممکنه مثانه یک فرد کوچیک باشه، ممکنه مثلا یک فرد آسیب دیده باشه و این متفاوت است که باید در دستور پزشکی قرار بگیره. اسکنی که میشه، عکس برداری که میشه، سونویی که قرار گرفته میشه مشخص میکنه که نسبت به حجم مایعاتی که این کودک مصرف میکنه این مثانه کنترل را نداره و مثانش کوچیک باشه یا مشکل دیگه ای داشته باشه. پس یک مشکل اصلی مشکل مثانه است. یعنی همون درمان داره دیگه. بله درمان داره قطعا. و یک مشکل دیگر مشکل کلیه هست. ببینین کلیه معمولا با یا گرده. بله کلیه طوری عمل میکنه که معمولا در شبها کمتر ادرار تولید میکنه و برای همین است که شما در روز خب بیشتر میرین برای دفع ادرار، ولی بله در شب کمتر بلند میشین. خیلی هم که بلند شایی مثلا اگر شما مایعات هم خیلی مصرف کرده باشه نهایتا یک وعده بیدار میشین، درسته؟ در حالی که 8 ساعت با همون کلیه شما استراحت میکنین به این خاطر که در شب ادرار کم تولید میکنه. ولی بعضی کلیه ها ادرار زیاد تولید میکنه، یعنی همون تولیدی که در روز داره همون تولیدم در شب داره. خب برای همین است که بعضیا شب زیاد بلند میشه برای دفع ادرار، ولی بعضی کودکان خب این مشکل داره و شب بلند نمیشه و کلیهش هم جزی کلیه هست که پرکاره و ادرار زیاد تولید میکنه، نهایتا باعث میشه که در رخت خواب خود متاسفانه حس کنه و این مشکل ایجاد کنه. پس یک مشکل میشه مشکل کلیه، یک مشکل مشکل مثانه بود، یک مشکل مشکل کلیه و یک مشکل دیگه که اصلا اجازه نخواهم علزاده ادامه بحث بعد از من برنامه داشته باشیم. تشکر بینندگان عزیز و محترم. شماره تماس برنامه زیرنویس شده، اگر کدام سوال از کارشناس محترم دارید برای ما روان بکنید. بعد از میان برنامه برمیگردیم. سلام مجدد تقدیم به شما بینندگان عزیز و محترم و به ویژه شما عزیزان که نو به جمع ما پیوسته اید. عزیزان بزرگواران برنامه زنده روشن از تلویزیون جهانی هادی تقدیم نگاه های مهربان شما خوبان میشه و ما همچنان به گفتگوی خودمون با کارشناس محترم خانم علیزاده ادامه میدیم با موضوع شب ادراری در کودکان. خانم علیزاده
بعضی وقتا اتفاق میفته کودک ما متاسفانه به هر دلیل شب ادرار است و جای خود شب خیس میکنه، فکر میکنیم به خاطر است که ما آموزش درست ندادیم به طفل خودمون، فکر میکنیم کودک ما تنبل است، فکر میکنیم که کودک ما من نمیفهمم بی‌ننگ است، اراده قوی نداره، در حالی که دلایل متعددی وجود داره که شما فهمیدید. بله، دلایل پزشکی. بله، در خدمت شما هست. دلایل پزشکی و جسمی متعددی وجود داره که بسیار تاثیرگذار است. متاسفانه بسیار والدین غافل یا خبر نداره، اطلاع نداره در این زمینه و تمام تقصیرها رو سر کودک میندازه، کمی خودش میخواد همچین کاری بشه و به طوری که در حالی که ناخواسته است، در حالی که مشکل از جای دیگه است، مشکل جسمی ممکنه داشته باشه، همینطور که الان در دو تا علت اصلی رو که من بیان کردم خدمت شما، ممکنه مشکلات مثانه باشه، ممکنه مشکل از کلیه باشه، پس تمام مشکل ها رو سر کودک نندازیم و او رو مقصر اصلی ندانیم. در واقع شاید تنها فرد بیگناه ایجام همین کودک باشه. کودک باشه، بله. و یک مشکل دیگه این که باز هم جز مشکلات اصلی هست، گفتیم که مشکل ممکنه در مغز باشه. به این خاطر که گفتیم بین کورتکس و مغز و مثانه باید یک ارتباط برقرار باشه که هر زمانی که مثانه پر شد به مغز هشدار میرسه که پر شده و مغز دستور بیدار شدن میده که فرد از خواب بیدار میشه و متوجه میشه که باید بره حتما در سرویس. منتها در بعضی کودکان این ارتباط بسیار دیر شکل میگیره و ممکنه مثلا تا 10 سال اول زندگی خودی ارتباط هنوز خوب برقرار نشده باشه و این کودک بی اختیار مجبوره که مثانه خود داخلی رخت خواب خود خالی کنه. خب پس... زاده ممکنه که خانواده هم تاثیرگذار باشن از جهت که مثلا برخی از افراد میگن که مثلا یک طفل داشته باشن که مشکل داشته باشن، مادر کلان میگه که خب من به یادم میاد که مثلا مامای مثلا وقتی که طفل بود این کار برایش انجام میشه. بله دقیقاً. خب حالا این سه مشکل اصلی که خدمت شما عرض کردم، مثل مشکل مثانه، مشکل کلیه و مشکل مغز که بذاریم کنار، میرسیم به علتهای جانبی یا زمینه های دیگری هم که دخیل هست و باعث ایجاد شب ادراری میشه. همین چیزی که شما اشاره کردین، ژنتیک هم بسیار تاثیرگذار است. پدر و مادری که خودشان در کودکی تجربه شب ادراری را داشتن، انتظار نداشته باشند که کودک اونا شب ادراری نداشته باشه. پس بنابراین اگر یکی از والدین، پدر یا مادر فرق نمیکنه، در کودکی خود تجربه شب ادراری داره، احتمال 40% بچه او دچار شب ادراری است. ولی اگر پدر و مادر هر دو تجربه شب ادراری داشته در کودکی خود، احتمال 70% کودک از او دچار شب ادراری هست. پس پدر مادر عزیز مقصر اصلی همیشه کودک را ندانید. اگر کمی بپرسین از کودکی خودتان، شاید شما همین مشکل داشتین. بله. و همین مشکل در کودکی شما باعث شده که یک زمینه ارثی ایجاد شده تا کودک شما هم دچار این مشکل باشه. پس بنابراین ژنتیک هم میتونه یک عامل مؤثر باشه. یکی عامل دیگه هم باز هم تاثیرگذار به طور جانبی، یبوست. کودکانی که یبوست دارن معمولا در شبها به خاطر که وقتی روده پر میشه، این روده باعث میشه که فشار وارد کنه به مثانه و این باعث میشه که مثانه تحریک شه و تخلیه شه. پس بنابراین کسایی که کودکان اینها یبوست داره و در روز متوجه میشن که بسیار تشناب رفتانه بسیار طولانی دارن و بسیار در تشناب بسیار زیاد زمان میگذرانه برای که تخلیه شبه، و این رقم افراد معمولا یبوست داره و در شبها باز هم وقتی که روده پر میشه این فشار وارد میشه به مثانه و باعث میشه که مثانه تحریک شه و تخلیه شه. پس یک از علتهای دیگه یبوست در کودکان است. یک عامل دیگه باز تاثیر گذاشت، استرس. کودکانی که معمولا استرسی هستن، بعضی کودکان خونسردن، بعضی کودکان بسیار شخصیت رو فرق میکنه، بله، استرسی هن یا به قول عامیانه جوشی هستن، برای هر چیزی زیاد فکر میکنن، زیاد سوال میکنن و تمام جوانب رو در نظر میگیرن. مثلا خانه عوض کردن یا خانه تغییر دادن، رفتن یک محله دیگه، یک جای دیگه زندگی میکنه، یک منزل جدیدی رفتن، یک کودک استرس داره که من اینجا هم بازی ندارم، من اینجا کسی رو نمیشناسم، یا مکتب از رو تغییر داده، رفته وارد یک مکتب جدید شده، باز استرس داره، نگران است که مده این مکتب رفیق ندارم، چه رقم معلم من چه رقم باشه، درس های من چه رقم باشه و استرس داره، و یا اینکه خدایی نکرده واقعی استرس های تجربه کرده
هستن، مثلا مثل جدایی والدین پدر و مادر، نزاعها و دعواهای پدر و مادر دیده در خانواده، حوادث تروریستی، بله حوادث، بله کشور ما که بماند دیگه خودش منبع بسیار مشکلات هست متاسفانه در همه زمینه ها متاسفانه دخیل هست این جنگ و انتحاری و استرس های این که وضعیت چه شود. همه اینها خب روی کودکان هم تأثیر داره و این هم زمینه میشه برای شب ادراری به خاطری که ترسی که داره. خب الزاده یک خانواده، یک طفل و یک نوزاد تازه پیدا شد در یک خانه، طفلشان 6 ساله شب ادرار شد، خانواده فکر میکنن که این کار رو میکنه برای که جلب توجه بکنه. بله. نظر شما در این زمینه؟ بله هم میتونه تأثیر، چون که یکی از علتهایی که کودکان میخواه جلب توجه کنه از طریق والدین برمیگرده به کودکی خود، بازگشت به داره به گذشته خود، چون میبینه هر کاری که اون نوزاد میکنه مادر بسیار با محبت آمیز او رو تعویض میکنه، پوشک از او رو عوض میکنه، بسیار ناز از او رو میکشه، یک کودک فکر میکنه که اگر من هم همون کار رو انجام دهم مطمئنا با من هم همی برخورد میکنه و من این محبت جلب میکنه، به همین خاطر گاهی وقتا باعث میشه مثل همون نوزاد رخت خواب خود خیس کنه. در این صورت خواهم انزده شما فهمید که شب ادراری یک مسئله است که غیر ارادی است. خب این ببینید این استرس گفتم یک از زمیناش استرس است. استرسی که به کودک وارد شده، اضطرابی که به کودک وارد شده به خاطر تولد نوزاد جدید، ناخودآگاه بله. ببینید همون چیزی که من به شما گفتم 6 ماه کنترل میکنه خود، یک دفعه میبینه که رخت خواب خود خیس کرده و این رو باید دنبالش باشیم به چه علت. شما کودک شما 6 ساله است، رخت خواب خود خیس نمیکنه، کنترل داره، ولی با تولد یک نوزاد جدید میبینه که مثل نوزاد خود خیس میکنه. اینو باید دنبال چرا این رقم است. خب یک از علتاش همین است که تمام توجهات خانواده به سمت نوزاد جدید شده و همه گونه او را تحویل میگیره و این کودک 6 ساله فکر میکنه که حتی دست خود میمکه، ما باز داریم شد در بحث های بعدیمونه که انگوش مکیدن، میبینه که چون نوزاد پستانه میخوره یا شیر مادر میخوره یک کودک انگوش خود میمکه به او خاطری که شبیه اون نوزاد باشه، و یا رخت خواب خود خیس میکنه به این خاطر که تقلید میکنه از اون نوزاد، میبینه که اون نوزاد چی کارهایی میکنه که هم همون کار کنه، بلکه توجه ها برگرده به سمت این کودک و این هم خوب راهکارهای خودش را بله این میشه علت روانی، علت کم توجهی که به کودکان میشه. درسته. قبل از این خانم علیزاده ادامه مباحث را داشته باشیم، یک میان برنامه دیگر هم ببینیم. تشکر از شما بینندگان عزیز و محترم، برنامه به صورت لایو از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی هم پخش میشه، میتونید که برنامه را ببینید. انشالله نظرات خودتون را برای ما از طریق شماره تماسی که زیرنویس میشه از طریق واتساپ و تلگرام بفرستید. ما را بسیار خوشحال میکنید وقتی که نظرات خودتون را با ما به اشتراک میگذارید. یک میان برنامه را ببینیم و بعد برگردیم. خب بینندگان عزیز و محترم، همچنان برنامه خودتان، برنامه زنده روشنا را از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید و ما همچنان گفتگو میکنیم با کارشناس محترم خانم شریفه علیزاده، روانشناس تربیتی خانم علیزاده بزرگوار. چند دلیل اصلی رو بیان کردیم، چند دلیل فرعی رو خدمت شما بیان کردیم و گفتیم که استرس یک از عوامل فردی هست که بسیار تاثیرگذار است. بعد از او عفونت های ادراری هم خانم به اینجور بسیار تاثیرگذاره. این مادرها باید متوجه باشد، چه پسر و دختر، اگر عفونت های ادراری رو متوجه شن که مثلا سوزاک داره، مثلا میبینین که لباس زیرش بوی نامطبوعی میده، خواهی نشان دهنده عفونت هست در کودک، و یا اینکه وقتی که میره تشناب خود خوب شستشوی نمیده و این باعث ایجاد عفونت میشه. این توجه داشته باشن که یک از علتهای شب ادراری میتونه وجود عفونت های ادراری باشه که اگر
مادرتون در این زمینه توجه کنه که اگر متوجه شد حتما به یک دکتر مراجعه کنه در این زمینه. و یکی دیگر مشکلاتی که مثل کم توجهی، مثل کودکانی که بیش فعالن، بسیار حرکت دارن، زیاد جست و خیز دارن به قول معروف، اینها هم میتونه عاملی باشه برای شب ادراری در کودکان. پس بنابراین هم زمینه های روحی روانی بسیار تاثیرگذار هست، کنار اون که زمینه های جسمی هم تأثیر خود داره و باید توجه شود این زمینه. خب امزاده تقریبا فکر میکنم که علتهای این مسئله نسبتا گفته شد. من فکر میکنم الان اگر که راهکارها و درمانی که شما پیشنهاد میکنید برای که والدین انجام بدن. بله. خب قطعا بسیاری از ما در خانواده خود یک کودک شب ادرار تجربه داریم و قطعا نیست که هیچ خانواده یک کودک کلی کودک های شب ادرار نباشه. خب روی درمان چیه؟ آیا درمانی داره؟ بله، ببینید شب ادراری چه اولیه چه ثانویه درمان داره، ولی خب در قدم اول برای درمان شناسایی علته که ما علت واقعا بله. باید بشناسیم که علت اگر جسمی هست باید به پزشک مراجعه کنیم، علت اگر روحی و روانی است باید به خود فکر کنیم، به خانواده خود و به رفتارها و سبک برخورد خود به اولاد خود فکر کنیم که به چه علت این مشکل ایجاد شده. ببینید راه های درمان، یکی از راه های درمانی که خب بسیار پیشنهاد میشه زنگ هشدار هست که ساعت تکوک میکنه، یک وقتی از ساعت باید کودک بیدار شود و اون صدا که برآمد کودک خود بیدار میکنه که مثلا دوی شب بلند میکنی و تشناب میبری. خب فردایش هم باز برمیده همین ساعت دو رو شما قرارداد میبندی که هر شب ساعت دو این ساعت یا همین گوشی موبایل شما زنگ بزنه هشدار و شما کودک بیدار کنی ببری. این رقم مغز از این عادت میکنه که دقیقا در همین ساعت کودک بیدار شد از خواب بیدار شد و شما تشخیص میدین که مسانی از این معمولا در ساعتهای دوی شب اگر تخلیه شد فردا میتونه رخت خواب از این خشک باشه. خب این عمل تکرار میتواند تا اینکه کم کم کودک یاد میگیره که کم کم شب باید خودش بلند شه و در نهایت هم یاد میگیره که میتونه خودش کنترل کنه. این یکی از روش های بسیار رایج است و حتی الان تشک های اومده که در این زمینه حتی کودک کمی خود خیس کرد یا غلط داد سریع زنگ به صدا در میاد و کودک بلند میشه میره تشنه. یک روش درمانی. یک روش درمانی دیگه هم هست به وسیله پزشک با دارو درمانی، قرص هایی که داده میشه که به این خاطر که او کنترل کورتکس مغز گفتیم وقتی ارتباط برقرار نشد این قرص ها کمک میکنه که این ارتباط برقرار شود یا تقویت شود که زودتری هشدار به مغز برسه و کودک بیدار شوه. و یه قرصایی هست که کودک مثلا اون رو میخوره و دیگه آشامیدنی چیز آب اینا نمیخوره و این باعث میشه که تولید ادرار نداشته باشه. گفتیم بعضی کلیه ها معمولا طول پرکارن و تولید ادرار میکنن، این رقم قرصا باز کمک میکنه که رقم کلیه کمتر تولید ادرار کنه و مثانه فرد پر نشه. یک راه درمانش، یک راه درمان دیگه که باز در طب سنتی بسیار رواج داره و بسیار از مادر کلانهای ما همین روش رو به کار میگرفته اینه که کودک خود گرم میگیره به این صورت که شبها که میخوابه یک حوله گرم میکنه روی زیر شکم از اون قرار میده و یا با روغنهای طبیعی مثل روغن زیتون و یا اینو چرب میکنه. پس این راست است که اگر که یخ کنه تفاون احتمال شب خب ببین وقتی یخ میکنه اون مثانه قطعا کنترل نمیتونه و زودتر ریزش داره برای ادرار. برای همین بعضیا اون را گرم نگه میداره، کلیه ها رو چرب میکنه، مثانه رو چرب میکنه و روی زیر یک حوله گرم قرار میده و کودک رقم آرامتر میخوابه و کمتر اون تحریکه، چون خود سرما باعث ایجاد تحریک مثانه میشه که زودتر تخلیه میشه. این هم باز تاثیر خود داره. پس بنابراین زنگ هشدار، دارو درمانی به وسیله دکتر و باید با تشخیص پزشک باشه، چون پزشک در درجه اول میاد به میبینه که آیا مشکل مثانه یا مشکل کلیه یا مشکل عفونت، اینا رو یک پزشک تشخیص میده به وسیله همون سونوی که انجام میده. خب بر اساس همون مشکلی که تشخیص داد راه درمانش هم ارائه میده و اون دارویی که مربوط به اون مشکل رو تجویز میکنه قطعا انشالله و تاثیرگذار هست بر کودک شما. یک خانواده اگر باشن تمام این مراحل رو انجام بدن ولی خب بالاخره از زمانی که شروع با درمان میکنه تا زمانی که واقعا ایتف درمان شده یک برهه زمانی طول میکشه دیگه، ممکنه که چند ماه حتی طول بکشه که این مسئله حل شده. شما برای خانواده ها چه پیشنهادی دارید برای پدر مادر برای که آسیب های روحی ناشی از مسئله رو به حداقل برسانن؟ پدر و مادر باید به عنوان یک مشکل بپذیرن
که بله کودک ما این مشکل داره و باید درمان شود و این را حتما قبول کنن که دست خودش نیست و این فکر غلطه که عمدن این کارو میکنه، از روی لجبازی میکنه یا برای اینکه مرا اذیت کنه این کارو میکنه. این فکر رو بگذارن کنار و بسیار خونسرد باشن، صبور باشن، با حوصله با کودک خود برخورد کنه. مثلا کودک شب بلند شده، جای خود خیس کرده، صبح که بلند میشه مادر میفهمه که کودک از شرمندگی نمیتونه از خواب خود بخیزه و بلند شه. خب به راحتی به کودک خود بگه خب بچه من مستقیم باید بری و خودت بشوری، یا مستقیم باید بری داخل تشنا و خودت شستشوی بدی و چیزی به او نگوید که تو چرا این کار کردی و هر شب این کار میکنی و مرا خسته کردی، مرا مانده کردی، عدیسی تو چیکار کنم، این گپ ها رو نزنه و بسیار خونسرد با حوصله با کودک خود برخورد کنه و سعی کنه که آخر شب که معمولا کودک ها میخوابه سعی کنه حتما این رقم کودکی که تجربه شب داری داره حتما مادر او را آخر شب تشناب بفرسته که حتما مسانش خالی شه. یک دوم این که آخر شب سعی کنه که مایعات قطع کنه، یعنی مثلا خوردن چای که بسیار رواج داره بین ما مردم که معمولا بعد از هر وعده غذای خود با چای نوشان میکنه، این در شاملی کودک خود نکنه یا این برنامه را از خانواده خود حذف کنه که چای بعد از شام نداشته باشه بعد از بعد غذای، و یا اینکه بسیار زودتر غذا و یا مایعاتی رو که میخوره سر شام باشه که آخر شب وقتی که میخوابه کودک چیزی میل نکرده باشه. اینا مراعات کنه که مایعات دو نده و حتما نوره و از زنگ هشدار هم استفاده کنه ان شاء الله و پیگیر مشکلات جسمی از اون باشه. چیزی که برخ از خانواده خون ملزده ممکنه که رعایت نکنند، خب اکثر خانواده البته رعایت میکنن، برخی از خانواده است که مثلا این طفل شب ادرار است بعد نظافت رعایت نمیکنه، یعنی مثلا احساس نیاز نمیکنه به اینکه مثلا جای او را بشوره یا به آفتاب بگذاره. بسیار بوی میده، طفل بوی میده، خانه بوی میگیره، دیگه اطفال متوجه میشن که اگه اتفاقی افتاده. و بسیار نکته خوبی اشاره کردیم که حتی بعضی مادرها حالا چی بگم به ایشان، یا تنبله یا به هر حال خسته شدن، کودک متاسفانه شستشوی نمیده و با همون لباس میره مکتب و وقتی وارد مکتب میشه کلی که بچه ها بینی خود میگیره که بو میده و چقدر تاثیر گذار است، چقدر آسیب زاست، چقدر به این کودک متاسفانه صدمه وارد میشه، قابل جبران هم نیست که وقتی میره در مکتب میخواد جایی بشینه، خب کودک های دیگه اطرافش میگه فلانی بوی بد میده، کنارش نشینیم، بازی نکنیم، و حتی اگه پیش استاد میره استاد سعی میکنه ممانعت کنه. خب ما برخورد کردیم، معلم هستیم، میبینیم که بسیار مدارس متاسفانه این مسئله رعایت نمیشه و بسیار از اطفال متاسفانه که این مشکل داره با همو بوی نامطبوع و یا با همو لباس روانه مکتب میشه و این بسیار اولا که عمل ناشایست است که پدر و مادر مقصر است، مخصوصا مادر که باید این زمینه توجه داشته باشه، و دومین این که علتی که بسیار عامل بدی میشه که صدمات روحی و روانی برای کودک داره چون از طرف اجتماع، از طرف دوستای خود رانده میشه و این باعث میشه که نکوهش شوه و بسیار اثرات نامطلوب داره، عزت نفس از او، اعتماد به نفس از او خراب میشه و این قابل جبران نیست. این را حتما مادرای عزیز توجه داشته باشد و بعد هم در زمینه نظافت از او، اینی که حتما آفتاب بگیره لباسهای از او و یا رخت خواب از او، حتما باید این نکات بهداشتی را رعایت کنن ان شاء الله. خب علیزاده شما فرمودید که مسئله یک مسئله غیر اراده است، ولی من مواجه شدم با مادری که از طریق تشویق کردن و یا با هدیه گرفتن و هدیه دادن به طفل خودش که مثلا علی بچه امشب واسه بچه مثلا امشب جای خود خیس نکرده پس من برات یک چیزی یک هدیه میگیرم. بله. امیر چند بار تکرار کرد و این مسئله حل شد. بله حل میشه. به خاطر تو کم کم به خود تلقین میکنه و مغز خود فعال نگه میداره. گاهی وقتا شده شما وقتی که با استرس میخوابی میگی من یک قرار مهم دارم ولی یک مقدار کمی بخوابم ولی حتما باز بیدار شوم که به اون قرار مهم خود برسیم، نگاه میکنی کم چرت میزنی سر ساعت باز بیدار میشی. بله. میبینی که بله دقیقا شما 10 دقیقه خوابیدی. چون مغز خود فعال نگه داشتی و گفتی من باید 10 دقیقه دیگه بیدار شویم، خواب خودم میکنی، چرت خودم میزنیم، 10 دقیقه دیگه بیدار میشی. درسته؟ درست. کودک وقتی به خود تلقین میکنه که به خاطر گرفتن او جایزه، به خاطر گرفتن او تشویقی،
اگرم شده حتما شب بیدار شوم. مثلا وقتی که میخوابم میگم من باید 2 ساعت دیگه بیدار شوم و این مغز، این ساعت مغز تنظیم میشه و 2 ساعت بعد او کودک بیدار میشه، میره تشنام تخلیه میشه، خب فردا خوشگس. و این تشویقا باعث میشه که با شب دیگه هم همین رقم باشه. این هم بسیار نکته خوب است که مادرها میتونن از این روش هم استفاده کنه، کودک خود تشویق کنه. تشویق از او باعث میشه که او به خود، به مغز خود فشار بیاره، تحریک کنه و او ساعت هوشدار مغز خود فعال نگه داره. درسته. پس در هر حال شما روش تنبیه کردن را به هیچ وجه توصیه نمی‌کنید؟ علاوه بر این تنبیه کردن، سرزنش کردن، علاوه بر این که مشکلی را حل نمی‌کنه، شما متاسفانه یک آسیب روحی و روانی، یک مشکل دیگه هم در کودک ایجاد می‌کنید و مشکل شما دوچندان میشه. بیره حتما توجه داشته باشن که انشالله از این روش استفاده نکنن و یک کودک حق بدن که یک مشکل است که باید از روش خودش درمان شود و حل میشه انشالله با صبر و حوصله و با یک برخورد درست. بله. و متاسفانه برخی از خانواده ها مرزاشون رعایت نمی کنن، ممکنه که این مشکل ادامه دار شود و یک نفر حتی ازدواج کنه، پا به خانه بخت بگذاره، ولی متاسفانه این مشکل رو داشته باشه. بله. چقدر چالش برانگیز است در زندگی این فرد و تا ابد ممکنه که رنج بکشه. بله. بخاطر یک مسئله که این افراد معمولا مشکل جسمی جدی داره که متاسفانه خانواده غافل هستن و فکر میکنن که مسئله شب بیداری فقط مسئله ارادی هست، فکر میکنن دست خود کودک هست، در حالی که ممکنه واسه یک مشکل جسمی داشته باشه، مشکل مثانه داشته باشه، مشکل کلیه داشته باشه. خب مثلا در حد 30 ثانیه فرصت داره. و این خب پس بنابراین به طور کلی اختلال شب بیداری یک امر بسیار شایع هست. با کودک خود فرصت بدین، حوصله داشته باشین، مرور زمان حل میکنه. اگر نکرد جدی باشین، بعد از 5 سال جدی باشین، دنبال حل مشکل خود باشین که آیا این مشکل جسمیه، آیا این مشکل روحی روانیه، آیا این مشکل رفتار بد و یا استرس هایی که در خانواده هست ممکنه منشأ این مشکلات باشه. انشاءالله وقتی علت پیدا کردیم به راحتی راه درمان از هم پیدا میشه و انشاءالله که با یک صبر و حوصله و شکیبایی که همه مادرها دارن انشاءالله با کودک خود برخورد کنن، مسئله نظافت زور حتما رعایت کنن که خدای نکرده باعث سرزنش و نکوهش اون کودک از سمت دیگران نشده. بله. بسیار تشکر از شما خانم علیزاده، بسیار عالی، بسیار استفاده کردیم. بینندگان عزیز و محترم از شما هم تشکر میکنم بسیار زیاد که تا این لحظه برنامه خودتون، برنامه زنده روشن رو دیدید، انشالله استفاده هم کردید. عزیزان اگر کدام سوال در مورد موضوعات مختلف تربیتی و کدام مشکلی و یا چالشی در زندگی خودتون در رابطه با تربیت اولاد اگر که دارید، ما بسیار خوشحال میشیم که شما عزیزان ما را امین خودتان بدانید و از طریق شماره تماسی که زیر نویس شده سوالات خودتان، چالش های خودتان و تجربیات خودتان را با ما به اشتراک بگذارید. سعی میشه که حتما در برنامه زنده روشنا و سوالات شما عزیزان پرداخته شوه. انشاءالله با امروی کارشناس محترم برنامه از حضور شما عزیزان مرخص میشویم. در پناه خداوند مهربان باشید. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.